الان 25 سالی داریم با هم زندگی عاشقانه میکنیم، کی باورش میشه؟ هیچ کسی باور نمیکنه. 20 خورده این سال داریم زندگی میکنیم، خوشبختیمون آخم نبوده حتی. بچه معلمون بود، شلوار پیردار میپوشید با دمپایی عرقگیر، بعد دیلاغ بود، ریقو، آبل رو خوشگل. منو میگه سر کوچه وای میستادم، زنجیر میچرخوندم، توف مینداختم، سرم دعوا بود. نمیدونی چقدر بدم بود. الله بیکار بقی دوست داشتنی. اصلا باورم نمیشد محل سگ به من بذاره، چه برسه به این که عاشق من بشه. سر کوچه نشسته بود سبزی پاکمه، یه دفعه میشه جو قل داد زیر من، گفتم ای این چیه بی تربیت. گفتم تروبچه. گفتم همونجا بود که زرتی عاشقش شدم. پاشد اومد تک و تنها بدون اینکه میوه و شیرینی بخره، با همون ریخت و قیافه پیش بابای من در خونه شد. باباش در اومد، گفتم سلام. گفت بله. گفتم دختر داری؟ گفت بله. گفتم بده ببرم. گفت باشه. بابا آخه با ما خیلی رفیق بود، منو کشید کنار بهم گفت چم دوت شام کن برو خونه شوهرت. عروسی چنان یک مراسم میگرفتیم، مراسم 37 نفر اندی آدم دعوت، رستوران چلو چاو کوبیده، گوجه بغل یه چیز واسه ما اصلا پوشیدیم رفتیم دم میدون بنگ فواره بودمش واسه عکس گرفتیم. راه جو نداشتیم که میادیم شب خونه فک و فامیزی شوار یا میبردیم همونجا هی زندگی میکردیم. بچه اولمون خونه مادر زن پسرمه مادرش به دنیا اومد، انقدر خوشحال شدن 3 ماه خونهشون موندیم یواش یواش بعد اخلاقیاشون شروع شد. بچه زر میزنه، گفتم بچه زر نزن، گفتم بچه زر میزنه، بچه زر نزنه که زر نزنه نمیشه که بچه زر میزنه. یه خونه اجاره کرد دوبلکس، آشپزخونهش طبقه دوم بود، توالتش تو حیاط بود، پشتیبونم پشتیبون زده بود. یواش یواش داشت زندگیمون شکل میگرفت که یه دفعه این بهونه گیری ها شروع شد. آخه یه چیزی تو زندگیمون کم بود، بهش گفتم مرد مگه تو غیرت نداری؟ من دارم توی خونه میپوسم. همونجا کشیدمش کنار، یه سیلی زدم تو گوشه این پلخته چشاش زد بیرون از حدقه. اصلا اون روز بود که گم شده خودم رو پیدا کردم ها. نمیدونی اگه منو نمیزد اصلا من شبا خوابم نمیدون. چنان میزدم دیوار گاز میگرفت از شدت درد و ناراحتی. یه موقع هم که حال نداشت از گتو کول افتاده بود زنگ میزد، باباش میومد منو لال برده میکرد. یه روزه داشتم گفتم ببین، گفتم جان، گفتم منو نه ببین من میخوام برم معتاد شم برم. گفتم برو ولی زودی برگرد. از همون موقع است که 17 ساله که میرم و هی زودی برمیگردم. آه یکی از چیزای خوبی هم که داره اینه که اصلا فامیل باز نیست، اصلا به پدر من احترام نمیذاره، به مادرم به هیچ کی. مادرش که خوشو میکشیدم به جونش. آره اصلا شخصیت، آداب معاشرت، ادب، وقار، احترام هیچی نداره. حیثیت، شخصیت، همه اینا مال تو قصه هاست. جوونا یکم به ساز باشن، قانع باشن، بذارن مردشون کتکشون بزنه، اینقدر این کارا رو نکنن. آخه کتک زدن خوبه برای زنا، اصلا خوبه. وقتی میزنی این گردش خود جریان بده میکنه. 25 سال گذشت. چه زود گذشت. این تو تلویزیون برمیگردن میگن احترام مقابل داشته باشیم برای ازدواج، تفاهم داشته باشیم، امکانات مالی داشته باشیم. چی میگن؟